دوست داری وقت آزادتری داشته باشی یا وقت آزاد بیشتری داشته باشی، یا مثل من که یک مادرم در کنار فرزندم باشم و همچنان درآمدزایی کنم؟ سلام، ما دوباره با یه لایو دیگه از استرالیا در کنار همکاران عزیزم اومدیم که این هفته راجع به مزایای بیزینس بگیم. خب قطعا هر بیزینسی یک مزایا و یک معایبی داره، ولی این هفته رو ما مختص میدیم به مزایا. و دوست دارم از نسرین عزیزم شروع کنم که یک مقدار راجع به کلا بیزینس آنلاین ما و مزایاش بگه. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستای عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. مرسی لادن جون که منو اولین نفر انتخاب کردی، سورپرایز شدم. باش اگر بخوام توضیح بدم که در مورد این کارمون، اول از همه خب آنلاینه، یعنی ما یه دلیل محکمی نیاز داریم که چرا این کار رو شروع کردیم و اینکه اینترنت نیاز داریم، و این در واقع به این معنی هستش که ما وارد یه دنیای جدیدی از آنلاین میشیم و مهمتر از همه آشنایی با پلتفرم هاییه که با تمام مردم دنیا میتونیم در رابطه باشیم. که ما توی این بیزنسمون هفتا اگه اشتباه نکنم هفتا پلتفرم روز دنیا، از جمله یادم رفت کمکم کنی، یوتیوب، فیسبوک، لینکدین، پینترست، اینستاگرام، تیک تاک اگر آره تیک تاک، آره مرسی دوستان. خدا رو شکر اینقدر زیاده و روز به روزم داره بیشتر میشه که واقعا خیلی خوبه، مخصوصا برای بیزنس های آنلاین. و ما توی این هفت تا پلتفرم میایم یاد میگیریم که چطوری از این پلتفرم ها استفاده بکنیم، چطور توشون اد ران بکنیم، و اینکه بعد از اینکه ما اینا رو کامل یاد گرفتیم، قدم به قدم به زبان خیلی ساده میایم اینو به دیگران هم در واقع آموزش میدیم. و حالا دوست دارم لادن جون دوباره بیشتر توضیح بدن، میشنویم حرفات لادن جون. حتما ممنون از توضیحاتت نسرین جون. و یه چیز دیگه ای که برای من خیلی مهم بود، چون من اینجا توی تیف توی استرالیا دوره‌هایی رو گذروندم از جمله فارمسی اسیستنت، و چیزی که برای من خیلی سخت بود اینکه باید حضوری میرفتم، یه ترمش رو باید حضوری میرفتم سر کلاس. ولی خوبی این بیزینس ما اینه که وقتی این ترنینگ های برای ما باز میشن، وقتی که وارد بیزینس شدی، شما دیگه محدودیت مکان و حتی زمان هم ندارید، چون اینجا یه سری کورس ها مثلا میگن تا 6 ماه تا 1 سال شما فقط زمان دارید تا اونا رو پاس کنید. اینجا خوبیش اینه که اصلا شما امتحان ندارید، استرس اینو ندارید که پاسش کنید، پاس نشه، پاس بشه، و اینکه قشنگ ریلکس میشینید یکی یکی با ویدیوهای کوتاه کوتاه و خیلی ساده، قشنگ از اون وبسایت درست کردن به شما آموزش داده میشه، تا حتی اصلا کسی که پیج فیسبوک نداره، پیج اینستاگرام نداره و همه اینا. و این برای من خیلی کاربردی بود، چون که پکیج ترینینگ فوق‌العاده راحته و نیاز به حضوری نداره، شما همجور راحت میتونید بشینید نوت برداریتون رو بکنید و یکی یکی انجام بدید. و همینجور که نسرین جون گفت، ما از هر پلتفرم میتونیم درآمدزایی کنیم، همه اینا بستگی به خودتون داره، هر پلتفرم رو میتونید یکی یکی شروع کنید و از همونجا به درآمدزایی انجام برسید، و یا اینکه هم میتونید دو سه تا پلتفرم رو همزمان با هم انجام بدید و قطعا درآمدزایی شما بیشتر خواهد شد. و این از مزایایی که از نظر من برام مهم بود. خب معصومه جان، از نظر شما چی؟ شما چی بهتون کمک کرد و دوست داشتید این بیزینس رو از مزایاش؟ والا من برای من چیزی که خوب بود و در اوایل که وارد این کار میشیم درباره این بیزنس آیدی هستش. در بیزنس آیدی که ما موقعی که وارد این کار میشیم، در ابتدا وقتی که میخوایم کانترکت ببندیم، به خاطر اینکه آیا شما چون کار آنلاین هستش باید شناخته شده باشیم که شما واقعا یک آدم واقعی هستین یا نه، به خاطر همون مدرکی مثلا یک هویت اصلی از جایی که شما اقامت دارین تو هر کشوری که هستین از شما میخوان، به خاطر اینکه از روی اون شما همه چیزاتون حقیقت باشه و اجازه کار داشته باشین و معتبر باشه این مدرکی که به زمان قرارداد میدین. و این بیزنس آیدی که برای اون زمان برای شما درست میشه، این در تمام مراحل این کار برای شما، یعنی به درد شما میخوره،
زمانی که ما مثلا وارد این کار میشیم، برای هر کاری، برای هر ایمیل میشه، یه مثلا کارهای دیگه، هر کاری پیش میاد، حالا جزئیاتش خیلی زیاده که وارد بشیم، هر کاری وارد میشه در ابتدا، چون همه کار اکثرا با ایمیل اینا انجام میشه، این بیزنس آیدی خیلی به ما کمک میکنه، چون و سوالای ما رو میتونه از طریق اون به انجام میدیم که مثلا آیا من میتونم از این بیزنس آیدی من این کار میتونم انجام بدم یا ندم. از طریق اون آیدی که به شما تعلق میگیره، ما میتونیم خیلی مثلا حتی مثلا که مسافرت میریم، حالا این بگم مثلا مسافرت میریم، اوورسیز میریم، چون این کار آنلاین هست، همه جا انجام میشه بدیم. ما از طریق اون بیزنس آیدی جایی که میریم، خیلی کشورها و از جمله کشوری که ما الان خودمون هستیم، استرالیا، مثلا شعبه داریم، شعبه این کمپانی هستش، از طریق اون بیزنس آیدی یعنی معتبر جهانیه و بین المللی شما شناسایی میشین و به کارتون، به سوالتون پاسخ داده میشه درباره این بیزنسی که هستین داخلش. حالا نمیدونم شما اگه چیزای دیگه میدونین، من اگه یادم رفته شما اضافه کنین دوستان. نه عالی بود معصوم جان، ممنون. و تو همینجوری که گفتین، ما بعد از اینکه وارد بیزینس شدیم یک آیدی معتبر خواهیم گرفت، بیزینس خودمون رو ران میکنیم و همونجوری که شما هم گفتید میتونیم از کل دنیا بجز متاسفانه افغانستان و ایران به خاطر تحریم ما، اون رو همراه خودمون داشته باشیم و بیزینس آنلاینمون رو انجام بدیم. و دقیقا درسته، دقیقا بسیار معتبره. یعنی شما وقتی به محضی که میخواین ثبت نام کنید، حتما باید کارت شناسایی و اجازه کار داشته باشید و اینم از دیگر مزایاش بود. آیدا جون شما چی؟ شما از نظر شما مزایای این بیزینس چیه؟ مرسی، سلام میکنم خدمت همه دوستان. باز هم ما برگشتیم. من فقط چیز کوچولو راجع به آیدی بگم. شما همه مزیتاشو گفتی و این آیدی ما مثل فرانچایز میمونه تو این بیزینس. مثل اینکه که شما میرین مکدونالد باز بکنید، یه بهتون یه فرانچایز میدن که تو کل دنیا اعتبار داره، دیگه همه میدونن دیگه، یعنی تا اسمش میاد دیگه همه میدونن داستان چیه. دقیقا آیدی ما همینطوره، مثل یه فرانچایز، یه بیزینس بزرگه که ما تو تمام دنیا باش اعتبار داریم دیگه، همونجور که شما هم گفتین. حالا برگردیم سر مزایای دیگه این بیزینس. من راستش وقتی خواستم این بیزینس رو شروع کنم، خیلی برام مهم بود که چقدر وقتم رو میگیره، چقدر باید مثلا از اون بیزینسی که خودم دارم، از کاری که خودم دارم بزنم به این برسم، آیا میتونم آیا نمیتونم. اما خوبی این بیزینس این هستش که شما این رو میتونید به عنوان یک بیزینس، البته در ابتدا میتونید به عنوان یک کار جانبی در کنار بیزینس خودتون، در کنار کار پارت تایم یا فول تایم خودتون انجام بدید. هیچ ممانعتی به اون نداره، همجور که لادنگو به دلیل اینکه تایمش دست خودمونه، به دلیل اینکه اون ترنینگ ها هر وقت که دلمون بخواد میتونیم کار بکنیم. بنابراین شما میتونید صبح تا عصرتون رو برین سر کار خودتون، شب بیاین 2 ساعت 3 ساعت، دست به حوصله که دارین، زمانی که دارین، شرایط زندگیتون اجازه میده، بیاین روی این بیزینس کار بکنید. یعنی هیچ اجباری نیستش که شما از زمان بیزینس خودتون، از زمان کار فول تایم یا پارت تایمتون بزنید که بیاین این بیزینس رو بکنید. و این واقعا یکی از بزرگترین مزایای این بیزینس برای من بود، برای اینکه میدیدم هیچ جوری اینترفیر نمیکنه با کاری که دارم انجام میدم. چون بعضی موقع ها خب میدونید دیگه، تو دنیای آفلاین شما نمیتونید بگی خب مشتری رو نگه دارید، بقیه رو نگه دارید، بگی که خب وایس تا من کار آنلاینم انجام بدم بعد میام به شما میرسم. یعنی کار اصلی شما در اولویته. در حقیقت ما تو این بیزینس کمک میکنیم به اونایی که دوست دارن در کنار کار اصلی خودشون یه درآمد جانبی دیگه ای داشته باشن، یه برای اینکه اطمینان خاطر بیشتری داشته باشن، برای اینکه یه مقدار اضافه بشه به اون درآمد خانواده و به اون به دوستان کمک میکنیم که این کار رو انجام بدن در کنار کار خودشون. یعنی این در حقیقت اصل کار ما هستش که برای درآمد، برای که یک درآمد جانبی به درآمد اصلی خانواده اضافه بشه، ما این بیزینس رو آفر میدیم به همه دوستان. و همینطور هم که گفتید، همه چیش دست خودمونه دیگه، مثل بیزینس های دیگه، ولی با این تفاوت بیشتر که فلکسیبل هستش دیگه، فلکسیبل، راحت هر جا، هر جای دنیا میخوام میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. دادن جون کجا رفتی؟ بله اگه بهتون بگم پشت صحنه چه خبره، یعنی فقط داشتم نیما رو نگاه میکردم، دیدم نباید وارد عمل بشم، قشنگ داره پاستا رو قاطی قیمه ها میکنه، میخلاصش. نه خواهش میکنم، من صحبتم تموم شد، گفتم اگه دوستای شما تکمیلش کنی یا اینکه مرسی که گفتین. این
دقیقا ما بیزینس مدلمون حالت فرانچایز داره و خیلی قانونی و خیلی راحته، بس به همین دلیل هست که ما از هر جای دنیا میتونیم اون رو کنترل کنیم و درآمدزایی کنیم. و میسپاریم به ملورین جان عزیزم که یک مزیت خیلی عالی که مخصوص ما استرالیایی هاست برامون بیشتر توضیح بدین که این فرصت رو از دست ندن عزیزانی که عارفه و خدمه هاست، عزیزانی که دوست دارن وارد بشن و این فرصت استثنایی رو از دست ندن. این شما و این ملورین جان. خدمت همه عزیزانی که ما رو میبینن و صدامون رو میشنون و دوستان عزیزی که اینجا حضور دارن. خب عرض کنم خدمتون قبل از اینکه بریم سر اصل مطلب که بگیم اون موضوع چیه و هم استرالیایی ها بیشتر معرفی کنم، من ملورین یه دانشجو PhD هم تو سیدنی و این بیزنس رو شروع کردم. خب من اون زمانی که این کار رو شروع کردم خودم از خودم سیوینگ نداشتم، پسنداز نداشتم که بخوام سرمایه گذاری بکنم توی این بیزنس. خب این بیزنس هم مثل هر بیزنس دیگه این نیاز به سرمایه گذاری داره و برای همین مجبور شدم که این پولا از مادر پدر خودم قرض بگیرم که بتونم بیزنس رو شروع بکنم و نقدی پرداختش کردم. ولی الان یه موقعیت بسیار بسیار عالی پیش اومده برای کسایی که مثل من هستن شرایطشون و برشون سخت پرداخت کردن یه مبلغ حالا نه چندان زیاد ولی خب در حد یه سفر خارجی هستش مبلغش، حالا کمتر یا بیشتر یکم بستگی به این داره که چه پلنی رو استفاده کنید و بخواید، و میتونید این مبلغ رو به صورت قسطی بدون بهره پرداخت کنید. یعنی شرکتی که ما باهاش کار میکنیم، کمپانی که باهاش کار میکنیم اومده با یه شرکتی قرارداد داشته از قبل و یک وام 12 ماهه قسطی میداده، نمیدونم بدون بهره بوده یا با بهره قبلا، ولی الان میدونم که چیزی که گذاشته 6 ماهه، 12 ماهه، 24 ماهه و از همه مهمتر یه وام 36 ماهه بدون بهره میده برای کسایی که میخوان این بیزینس رو شروع کنن. و واقعا به نظر من فرصت استثناییه و باید بهش بچسبید، چون فقط و فقط تا مارچ امسال فرصت دارید، یعنی دیر به جنبین از دستتون در رفته. بشتابید خونه دار بچه مثلا روز آخر یه دین یا میگم وای باز ما مدرسه همون دیر شد، نمیشه اینو تمدید کنید به خدا، نمیشه تا آخر آره. لیوان آب دستتونه بذارید زمین. آره. اتفاقا شرایط سختی هم نداره ملورین جان، شرایط سختی هم نداره که برای این وام اپلای کنن، کافیه که درآمدشون 25 هزار دلار در سال باشه که واقعا یعنی مینیمم درآمد تو استرالیا و اجازه کار داشته باشن و سن قانونی آیدی داشته باشن، سن قانونی داشته باشن و واقعا اونقدر زیاد نیست به قول شما آیدا جون. 25 هزار دلار همون مبلغی بودش که من از دانشگاه به عنوان استایپند دریافت میکردم برای و کافیه همینو فقط ثابت کنید و میتونید که این از این وام بهره‌مند بشید و به نظر من واقعا فرصت عالیه، چون اون وقت به یه درآمدی میرسید، به یه جایی میرسید که وقتی به درآمد رسیدید فقط با یه گوشش میتونید قسطای این وام رو پرداخت بکنید و ممکنه حتی بعد از این 3 سال که وامتون کامل پرداخت شد به یه مراحلی رسیده باشید که دیگه اصلا شغل اصلی خودتون رو هرچی که هست کنار گذاشته باشید یا به یه مراحل بالایی رسیده باشید که موقع چی میگن ثابت ماهانه دریافت بکنید از این بیزینس. برای همین به نظرم این فرصت استثنایی ترین فرصتیه که تا حالا توی این بیزینس به وجود اومده و ما استرالیایی ها واقعا خوشبختیم که همچین چیزی هست. ما که نم از ما گذشت ولی شما این های... همه خوشبختی محاله. محاله. من امروز یه پستی رو ببخشید دوستان، یه پستی رو تو فیسبوک اینا اینستاگرام گذاشتم، گفتم استرالی دی واقعا نزدیکه، 26 این ماه چند روز مونده گفتم یعنی واقعا این فرصت از دست ندین، اینو یک خاطره برای خودتون بسازین، بیاین تو این تاریخ قبل از این تاریخ، یعنی وقتی این روز بیاد تا آخر یادتون هست که من همچین روزی
وارد این کمپانی شدم، چه برکتی از این کمپانی به دست من اومده. یعنی این برای خودتون یه چیز آیدیا خیلی خوب براتون میشه. آره واقعا یک شروع هیجان انگیز و به یاد موندنی میشه، یه واقعا تاریخ قشنگیه. قبل از دستتون رو شروع کنید که دیگه از سال جدید شمسی. آره عید نوروز هم هنوز وقت داریم، ولی دیگه باید بشه تابید. آره سال 1403، درست میگم دیگه 1403 وارد شده. از اون سال دیگه شما یک بیزینس اونر باشید و ترینینگاتون رو انجام داده باشید و وارد دنیای درآمدزایی شده باشید و استقلال مالی به دست بیارید بدون نیاز باشه از خونتون عالی. واقعا همونجور که ملورین جون عزیز گفت، ما هیچ کدوممون این موقعیت رو نداشتیم. من شخصا خودم توی بدترین حالت ممکن مالی، ولی دوست داشتم این کارو بکنم و با یکم قرض و قروض و وام و این چیزا تونستم وارد بشم و خیلی خوشحالم. ولی اینو پیشنهاد میکنم برای عزیزی که دوست داره، ما کسی رو به اجبار نمیگیم که بیاین داخل بشید، نه، ما فقط میگیم بیاین، ارزشش رو داره. توی دوره 30 روزه تریال شرکت کنید، فقط 149 دلار آمریکاست که اونم تا 30 روز قابل برگشت هست. اگه مایل هستید بیاین ببینید این بیزینس مدل چی هست، اصلا شما دوست دارید باش ارتباط برقرار میکنید همونجوری که ما اینجا هستیم و اطلاعات زیادی رو از طریق لایو پست و هر چیزی که توی این پلتفرم های سوشال مدیا هست برای شما در اختیارتون میذاریم. ممنونم از شما عزیزان، مثل همیشه اطلاعات خوبی به ما دادید و ما هفته دیگه همین ساعت دوباره با یه موضوع جذاب دیگه میایم خدمتتون. خیلی ممنون کردید. فقط لادن جون به دوستای عزیزمون بگیم که اگر دوست دارن با ما در رابطه باشن، لطفا اسم و ایمیلشون رو زیر همین ویدیویی که میبینن توی وبسایت های ما بذارن، یا اگر دوست دارن پرایوت باشه اطلاعاتشون میتونن برای ما توی پرایوت بفرستن که ما تمام اطلاعات رو برشون بفرستیم، و اگر دوست دارن وارد دوره آزمایشی ما بشن و بیزنس خودشون رو شروع بکنن. عالی، مرسی عزیزم، مرسی از همگی. خدا حافظ، تا هفته دیگه. خدا حافظ.